سرکار خانم امیر ارجمند، عرض احترام من رو بپذیرید و به عنوان یک دانش آموخته کانون همین ابتدا میخوام از همین راه دور دست شما رو به عنوان معلم خودم ببوسم و افتخار کنم که روزی در کتابخانه ای درس خواندم که ایده تأسیسش از شما آمد. خیلی متشکرم، خیلی از اینکه میشنوم شما هم عضو کانون بودین خیلی خوشحالم، اگرچه که به سنی که شما دارین حتما بعد از زمانی بود که من مدیریت اونجا رو داشتم، ولی محاضا نتیجهش خوب بوده. ممنونم سرکار خانم. خانم امیر ارجمند، در گفتگویی که با اولیا حضرت شهبانو فرای پهلوی داشتم، ایشون بدون هیچ مکسی ایده کانون رو متعلقه به شما دانستن و گفتن که بعد از اینکه تحصیلاتتون رو در آمریکا تمام کردید و به ایران آمدید، ایده تأسیس کتابخانه‌های کودکان و کانون پرورش فکری کودکان رو آوردید. اجازه میدید روایت شما رو هم بشنویم و ببینیم که این ایده از کجا شروع شد و چگونه شکل گرفت و چه شد که کانون شد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؟ همطور که ایشون فرمودن، بله، من یک مسترز کتابداری و ادبیات کودکان از دانشگاه راتگرز امریکا گرفتم و برگشتم ایران. یکی از پروفسورهای من، مری گیور، که واقعا میگن در قرن گذشته بزرگترین پروفسور ادبیات کودکان بوده و من این تا باش کار میکردم نمیدونستم، حالا تو کتاب رو میخونم. به هر حال ایده اون و الهام این دوست داشتن کار با کودکان رو ایشون به من دادن که متاسفانه فوت کرده. به هر حال من وقتی به ایران اومدم حضور اولیاعظمت شهبانو عرض کردم که چطور ما یک کتابخونه برای بچه‌ها درست کنیم و کتاب برای بچه‌ها باشه. بیشتر واقعا دور کتاب میگشت ایده ما و ایشون خیلی لطف کردن و کاملا فهمیدن اون به اصطلاح دیدی که میخواستیم داشته باشیم و گفتن حتما بریم دنبالش و دستورم دادن که در پارک فرح که الان مثل که شده پارک لاله زمین به ما بدن که اولی کتابخونه کودک اونجا ساخته بشه و واقعا همین جوری شروع شد دیگه. یعنی فقط من بودم، خانم زاهدی بود و خانم آذر شهابی که اونم حیوانی از این دنیا رفته و می رفتیم جنوب شهر تهران در کتاب می بردیم و در مدارس جنوب شهر به اصطلاح خواستیم ببینیم این ایده کتابخونه چقدر در ایران ممکنه محبوبیت پیدا کنه و خلاصه اینجوری شروع شد که کتابخونه های مدارس رو ما یه ذره بزرگتر کردیم و انتشارات فرانکلین به خاطر اینکه خانم زاهدی اونجا همه رو میشناختن به ما کتاب زیاد دادن، یه مقدارم خودمون خریدیم و اینجوری واقعا پایه با خیلی سادگی و بدون برنامه خیلی منظم شده ای کار کانون شروع شد. اما خیلی سریع خانم امیر ارجمند، کانونی که به گفته شما برای تأسیس فقط یک کتابخانه تأسیس میشه، خیلی زود تبدیل به یک شبکه گسترده فرهنگی میشه که نه فقط در زمینه کتاب بلکه در بسیاری دیگر از رشته‌های فرهنگی هم تأثیرگذاره و در سالهای پایانی دوران پر افتخار پهلوی هم همین کتابخانه‌ها محل آموزش بسیاری از کودکانی است که حتی امکانات دسترسی به مدارس هم ندارند، مانند خدماتی که برای اشایر کتابخانه‌های سیار انجام میشه. این تشکیلات چگونه و با چه بودجه‌ای به این سرعت رشد کرد؟ بودجه اولیه کانون که خیلی کم بود، ما گرفته بودیم یه دفتری که دو تا سه تا اتاق داشت و سه نفر توش بودیم که یکیش همون آقای حسین سماکاره که از روز اول با من بود تا روزی که من از کانون رفتم و مدیریت بودجه گرفتن و پول جمع کردن و اینا همه دست اون بود تا روز آخر. خواسته ما با یه بودجه خیلی کوچیک شروع کردیم و میخواستیم مثلا قسمت انتشارات رو شروع کنیم، برای که دیدیم به اندازه کافی همطور که شهبانو اظهار کرده بودن
کتاب برای بچه‌ها در ایران نیست و پس خودمون شروع کنیم کتاب چاپ کنیم. ولیعهد شهبانو اون کتاب دخترک دریا رو ترجمه کردن و نقاشی کردن و یه مقدار از فروش اون بود، یه مقدارم اون مهمانهای ناخوانده بود که فریده فرجام نوشته بود. این دوتا کتاب به اصطلاح اول کار انتشارات کانون شد که ما از فروش این کتاب ها دونستیم قسمت انتشاراتمون رو درست کنیم و بعد خانم زاهدی آقای فیروز شیروانلو رو معرفی کردن به ما که قسمت انتشارات دست اون بود که شروع کرد نویسنده ها و نقاش ها اینا رو جمع کردن برای چاپ کتاب های ما. سرکار خانم امیر ارجمند، آیا ردیف بودجه اختصاصی برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالهای بعد از سوی مجلسین دولت شاهنشاهی یا خود دولت اختصاص پیدا کرد؟ آیا کانون جزء سازمانهایی که از سازمان برنامه و بودجه دولت پول می گرفت قرار گرفت یا همواره بر اساس بودجه های خیرخواهانه یا کمک های افراد خیر اداره شده؟ اصلا اینطور نبود، هیچ از چیزای خیرخواهانه نبود. بله، از سازمان برنامه ما خودمون یه شماره داشتیم و هر سال همین آقای سماکار میرفت اونجا بودجه رو به اصطلاح تصویب میداد بکنن، از اونجا گرفتیم. ما یه مقدارم پول از شرکت نفت میگرفتیم و جزء هیئت امنای ما رئیس شرکت نفت بود، وزیر دربار بود، وزیر فرهنگ و هنر بود، وزیر آموزش بود. اینها هم هر طور میتونستن کمک میکردن، ولی بودجه ما از دولت میامد. شانس ما این بود که هم دولتی نبودیم، یعنی دست بالمون باز بود یه مقداری که هر کاری دلمون میخواد نه، ولی تا حدودی چرا فعالیت همون ادامه بدیم. از اون طرف هم پول از دولت می آمد و داشتیم بودجش که روزی که من از کانون رفتم بودجه کانون از وزارت اطلاعات بیشتر بود. خب موفقیت بزرگی، البته کارهایی هم که کانون در همین دوره تقریبا 13 ساله مدیریت شما بر اون کرده هم کارهای بزرگی. علاوه بر اینکه همزمان در حال فعالیت‌های تربیتی و آموزشی برای کودکان هستید، فعالیت‌های انتشاراتی انجام میدید، اقدام به مجموعه‌ای از سازندگی‌ها در اقصا نقاط ایران می‌کنید، مجموعه کثیری از کتابخانه‌ها در چهارچوبی عملیاتی در دوره مدیریت شما در سراسر ایران و نه فقط در تهران بلکه در بسیاری دیگر از شهرستان‌های کوچک و بزرگ ایران هم ساخته میشه. آیا اداره خاصی یا یک دایره خاصی در مجموعه کانون مسئولیت ساختن کتابخانه های کانون در نقاط مختلف شهرهای گوناگون ایران رو به عهده داشت؟ نه، اساسا شهبانو هم اشاره داشتن که معماری این مراکز فرهنگی براشون خیلی مهم بود و همواره از شما خواسته بودند که در زمینه بافت، یعنی همخوانی بافت معماری هر کتابخانه با مراکز با منطقه اطرافش توجه ویژه‌ای بشه. در این زمینه هم خیلی خوشحال میشم اگر نقطه نظراتی هست که بهتر همکاران و دوستان عزیز و بینندگان ما هم در جریان قرار بگیرن با ما در میان بگذارید. بله، نهایتا بعد از یه چند سالی ما یه دفتر مهندسی داشتیم که اون مهندس بگلاری رئیسش بود و همکارش آقای اردکانی که اینا دو جوون بودن، آرشیتک بودن و یه در رو جمع کردن باشون کمک کنن. خودمون نقشه ها رو تصویب میکردیم، منتها از آرشیتکتای دیگهی که در ایران بودن هم استفاده میکردیم و همیشه واقعا منظور و هدفمون این بود که آرشیتکتور ایران اونجا چیز بشه، پیاده بشه، بچه ها آشناشن که ایران با چیه، چقدر ایران میتونه با یه ذره کاگل و آجر چیزهای قشنگ درست بکنه. و تمام کتابخونه های ما آرشیتکتور ایرانی داشتن. متاسفانه یکی از
کتابخونه ما که در شهر جنوب شهر تهران بود که خیلی هم قشنگ بود، تمام آجرکاری بود، شنیدم اخیراً خراب کردن و جاش یه چم 40 طبقه ساختمون ساختن. این خیلی برمزه. خانم امیر ارجمند، بسیاری از کسانی که بعد از وقوع انقلاب در سال 1357 خورشیدی در ایران نسبت به روایت تاریخ اقدام کردند، مغرضانه گفتند که از نظر دستگاه اداره کشور در دوران پادشاهی پهلوی ایران در تهران خلاصه می شده، اما گسترش کانون در شهرهای کوچک و بزرگ نشون میده که این نظر مغرضانه بوده و هیچ وقت به واقعیت نزدیک نیست. شاید کمی سخت باشه، اما آیا آماری از تعداد کتابخانه هایی که در شهرهای کوچک و بزرگ در خارج از تهران در دیگر شهرهای ایران تأسیس شد دارین؟ من وقتی که از ایران اومدم بیرون 235 تا اگه اشتباه نکنم کتابخونه داشتیم و کتابخونه های سیارمون مثلا 25 تا داشتیم فقط تو تهران. خارجم اتوبوسایی که میرفتن تو همین حدودا 24-25 تا کتابخونه سیار بود که میرفتن از شهرهای مثل اصفهان و شیراز اینا بیرون میرفتن به دهات میرسیدن. بعد همطور که گفته شده قبلا وقتی که جاده وقت بزرگ و مجهز نبود که اتوبوس بره، با جیپ میفرستادیم. اگه جیپ هم نمیرفت با اسب یا قاطر میفرستادیم، به خصوص در همون مناطق که آقای بهمنبگی با عشایر کار میکرد و با بچه های عشایر، اونجا خیلی توسعه دادیم کارمونو و حتی تو بالای کوه میرفتن. کتابدارامون کرد بودن، با همون لباسای کردی شد و خیلی خیلی عالی بود، برای که این بچه ها با یک ذوقی میامدن میگرفتن این کتابا رو و بعدم هم بیشتری میرفتم خونه. اگه مادرشون نمیتونست به خونه، کتابای قصه رو بر مادرشون و پدرشون هم میخوندن. بسیار عالی. یعنی در واقع پس این تمرکز زدایی انجام شده بوده. از این 235 ساختمان اصلی کتابخانه های کانون پرورش تا سال 1357 چه تعدادیش خانم امیر ارجمند در داخل تهران بود که من بتونم بگم بقیهش در خارج از تهران بوده؟ البته ببخشید میدونم سخته، 37 سال گذشته قطعا. نه مسئله اینه که 37 سال گذشته ما هم جوانتر نشدیم. من فکر میکنم تهران ما 24-5 تا کتابخونه داشتیم. یعنی به ازای هر یک کتابخانه که تقریبا در تهران ساخته شده، 10 تا در دیگر شهرستان ها ساخته شده. حتما. و این اتهامی که برخی از مغرضان وارد میکنن رو کاملا مرتفع میکنه که این فقط فعالیت در ایران در به تهران محدود نمیشده. نه اصلا نمیشد. و به یک چیزی هم که اضافه بکنم اینه که شهبانو که خودشون تمام ایران رو سفر میکردن و خیلی دفعات من در رکابشون بودم، ولی خود منم سفر زیاد میکردم و حتی یه جاهایی میرفتم که برگشتن به من گفتن شما اولین کسی هستین، یعنی دولتی، حالا خیال میکردم من دولتی هم، یا میگفتن از طرف شهبانو میای که اومدی اینجا، هیچ که از این رودخونه رد نشده تا به حال، اصلا ما یاد نداریم که رد شده باشه و اومده باشه طرف ما و مثلا تا بالای کوه بره که این سیاه چادرا رو ببینه. خانم امیر ارجمند، یکی دیگه از نکات بسیار مهم، اولا من تقدیر کنم از این حضورتون در عرصه های گوناگون، و چون من بارها تصاویری هم از شما دیدم در گذشته که نشون میده در مراحل مختلفی در کنار کودکان هستین یا در مجالس مختلفی در کنار شبانو فرای پهلوی با مردم در ارتباط هستین، اما یکی از نکاتی که بسیار مهم هست وقتی من تاریخچه کانون رو بررسی میکنم، یعنی که کانون باز برگ برنده است برای اینکه برخی از افراد و برخی روشنفکران در همون دوران معتقد بودند که ساختار نظام پادشاهی مرتبا در حال تبلیغ غرب و غربگرایی است، در حالی که اون چه در کانون اتفاق میفته احیای روح تازه توجه نسل جوان به شعر، موسیقی و ادبیات ایرانی و حتی همین توجه به معماری ایرانی باز یکی از همون دلایلی است که میتونه این جور
نقطه نظراتی رو که برخی ها مطرح میکنن، مثل جلال آل احمد که نظام فکری حاکمیت پیشین ایران رو متهم به غربگرایی میکرد، رو از درجه اعتبار ساقط کنه. این توجه به زیرساخت های ایرانی در عرصه های گوناگون از جمله شعر، موسیقی و دیگر هنرهایی که با کودکان هم عجین میشد و در جان و فکر و طینت اونها قرار میگرفت، این چگونه کلید خورد و چگونه استمرار پیدا کرد در کانون؟ اینی که شما گفتین که ما اکثر سعی و کوششمون این بود که ایرونی باشیم، ایرونی بچه ها رو به فرهنگ خودشون آشنا کنیم، کاملا صحیحه و تمام انتشاراتی که ما داشتیم به کاری که میکردیم شاهد این هست. فقط یه چیزی رو بگم، خیلی از ایده هایی که آوردیم پیاده کردیم چیزایی بود که از خارج، مثلا خود من الهام گرفته بودم. کتابخونه سیار راستش من قبل از اینکه برم امریکا ندیده بودم، ولی به دعوت یونسکو رفتم پاریس یه دفعه و در نزدیکی پاریس یه کتابخونه بود که قسمت بچه ها داشت، به ندرت البته یه همچین چیزی بود ولی اینجا داشت. بعد دیدم یه سری اتوبوس اومدن جلوی این کتابخونه و کتاب گرفتن و رفتن. پرسیدم این چه؟ گفتن نه، کتابخونه سیاره که میره تو شهرهای کوچیکتر و دورا افتاده تر کتاب میبره. همین این من یاد گرفتم از چی؟ از نزدیکای پاریس. ولی وقتی اووردمشون به ایران، خب رفتیم از ارتش تیمسار مینباشیان 13 تا اتوبوسی که ارتشی بود اهدا کرد به ما و ما تمام صندلیاشو کندیم، توش رو قفسه بندی کردیم، اینا شد کتاب، چی میگن، برای قفسه کتاب، و بیرونش هم آبی رنگ کردیم با مرغ کانون و این اولین کتاب خونه های سیار ما از اینجا شروع شد. میخوام بگم ما الهام از خارج میگرفتیم ولی بعد میوردیم اینجا و بومیش میکردیم. خانم امیر ارجمند عزیزم، یکی از مهمترین چیزهایی که من در کانون خودم به عنوان یک دانش آموخته کانون یاد گرفتم، آشنایی با هنرهای سنتی و دستی ایران زمین بود، از جمله هنر باستانی سفالگری و دیگر رشته های هنری مانند موسیقی، مانند سینما و تئاتر که خیلی های دیگه تو کلاس های بازیگری همین کانون کارهاشون رو شروع کردن و به چهره های بزرگ و مطرح سرشناس بین المللی ایران تبدیل شدن. چه شد که هنر به کتاب اضافه شد؟ چه شد که این کارهای دیگه در کنار کتاب قرار گرفت و مجموعه کانون رو فقط از مجموعه کتابخونه به یک مرکز آموزش هنری تبدیل کرد؟ حالا اگر من بگم که مثل الان که میگن برنامه بریزین و به ما بگین چی کار میخواییم بکنین، یه همه چی من بگم مرتب اینا برنامه ریزی شد و به تدریج ما پیاده کردیم، بی خود گفتم. واقعا همینطور که احتیاج پیش میامد و متوجه بودیم که مثلا کتاب برای بچه ها به اندازه کافی نیست، پس خودمون مرکز چیز چاپ کتاب داشته باشیم، همینطور هم دیدیم خب بچه باید هنر داشته، بچه باید آشنا بشه با هنر، با نمیدونم موسیقی سنتی ایرانی. و مثلا فرض کنید، بدون شروع کنم از قسمت کتاب‌های ما، خیلی هاشون نقاشای واقعا تیپیک ایرانی داشتن، مثلا کارهای صادقی یا خود زرینکه، اینا همش میرفتن دنبال چیزای ایرونی. بعد یه مقدار مثلا کتاب رنگی که میدونیم بچه های کوچیک دوست دارن کتاب رنگی داشته باشن، کتاب های نقاشی، یعنی در واقع نقاشی، ببخشید، درسته. و ما خودمون برداشتیم این باز کتاب نقاشی درست کردیم، منتها تمامش این چیزایی که تو تخت جمشید هست، نمیدم اون سربازان هخامنشی من یادم اصلا این کتاب نقاشی ها رو که ریشای این سربازان هخامنشی وجود داشت. آره شما دیده بودید؟ بله بله، حتی بعد از انقلاب هم تا مدت ها همین کتاب ها کار میشد. یا خانم امیر ارجمند، یه فراز مهم دیگری از کارهای کانون همین انتشار کتاب های شعرگونه ای از داستان ها و روایت های کهن ایران زمین بود
که میامد و مثلا داستان زال و رودابه یا خیلی دیگر از داستانها رو تبدیل به شعر میکردید و منتشر میکردید. تا سالها بعد از انقلاب این کتابها مرسوم کودکان در کانون پرورش بگیرد، کودکان و نوجوانان در ایران هم بوده. خلاصه میکردیم، یادم نمیاد که شعرشون در اون مورد چاپ کتاب، ولی نقاشی ها تمام البته ایرونی بود و همطور که گفتم دنبال اون سبک ایرونی میرفتیم. بعد هم همین ایده پیاده شد توی فیلم های انیمیشنی که کانون شروع کرد به درست کردن، که باز اینا از خارج یاد گرفتن فیلم سازیه نقاشی متحرک و، ولی وقتی می آمدن ایران خب تمام نقاشی که می کردن ایرونی بودن همه. خانم امیر ارجمند، اینجا پای بسیاری از چهره های مختلف و متعدد علاقمند به هنر هم به کانون باز شده، خصوصا از زمانی که تبادل فرهنگی بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر نهادهای بین المللی برقرار میشه، مثل مدرسه های فیلمسازی در اروپا یا مدارس دیگری از این دست در کشورهای دیگه. آیا این سرآغاز یک تحول در کانونه و اصلا این ارتباطات بین کانون به عنوان یک نهاد غیر دولتی مستقل در ایران و مدارس هنری و فیلمسازی در خارج از ایران از چه سالی آغاز شد؟ راجبه فیلمسازی میپرسیم؟ فیلمسازی بیشتر با توجه به اینکه این رشته فیلمسازی خیلی سریع هم به جوایز بین المللی دست یافت. همه چیز، هر چی داشتیم، کتاب اول کتاب هامون بود، بذاریم اونو تمومش کنیم که از همین ماهی سیاه کوچولو در فوری جایزه اول فستیوال ونیز رو برد، فستیوال بولونیا برد، کتاب فستیوال های مختلف کتاب که بودش که من یادمه کتاب اولیمون بود و من همراه اولیا عزت پاریس بودیم که به من شیروانلو تلگراف داد، اون موقع تلفن موبایل اینا نبود، که این جایزه رو ما بردیم برای مایستیای کوچولو و نقاشی فرشید مثقالی، که من از هم تو وایساده بودم گریه میکردم از خوشحالی که اولین کتاب کانون جایزه اول برده در اروپا. خلاصه این مال کتابامون بود. بعد که تصمیم گرفتیم مثلا فرض کنیم نقاشی متحرک فیلم بسازیم، اون وقت از کسانی که توی کانون کار میکردن بهشون مثل یه حالت بورس دادیم که برن، مثلا زرین کلک رفت بلژیک، اونجا نقاشی متحرک و با اون غاول سروه چیز کرد، یاد گرفت. یه ایده رو فرستادیم در چکسلواکی و این جوجا، برای اینکه اون ممالک شرق، اروپای شرقی به یه دلیلی خیلی کار نقاش متحرکشون خوب بود و هنوزم لابد هست، اینه که ما اونجا میفرستادیمشون که برن یاد بگیرن. بعد میامدن ایران دوباره قهرماناشون همه ایرونی میشدن. بسیارم عالی. خانم امیر ارجمند، شاید همین ارتباط با برخی ممالک شرق و برخی ممالک بلوک کمونیستی اون وقت هست که برخی از طرفداران دو آتشه سلطنت در ایران رو، البته در سالهای اخیر، حالا جالب هم اینجاست که در سالهای اخیر وامی داره تا این اتهام رو به کانون بزنن که کانون به پاتوقی برای چپگرایان و مخالفان نظام پادشاهی تبدیل شده بود. آیا اساسا چنین اتهامی رو شما در مورد فعالان فرهنگی هنری کانون میپذیرید یا کانون واقعا به یک پایگاه سیاسی با یک تفکر خاص تبدیل شده بود؟ کانون هرگز سیاسی نبود، هرگز نبود، از اول با ایده سیاست شروع نشد و تا روزی هم که ما اونجا بودیم هیچ چیز سیاسی توش نبود. حالا نمیگم که کسایی که بر ما کار میکردن یه سابقه سیاسی نداشتن، ولی از در دقیقه‌ای که وارد دفتر کانون میشدن تمام اینا رو میذاشتن کنار و سرشون به این بند میشد که یا بنویسن یا نقاشی کنن یا هر کاری که رولشون بود اونجا انجام بدن و هیچ وقت ما نرفتیم تو سیاست. شما هیچ چیز سیاسی، حالا مثلا مایستی و کوچولو همه جور هر کتابی رو میشه تعبیر کرد، ولی ما خواستیم بگیم یه جوون میتونه دنیای بزرگتری رو ببینه،
نه اینکه یه چیز سیاسی توش باشه. خیلی به ما اتهام زدن در این سال‌ها. یکی از چیزایی که مثلا من شنیدم اینه که میگفتن لیلی امیر ارجمند چپی بود، کمونیست بود و در پاریس با اولیازاد آشنا شد، بعد این عقاید کمونیستیش رو آورد ایران. همچی چیزی نیست. من از 9 سالگی با اولیازاد دوست بودم، بچه بودیم با هم بزرگ شدیم و من هیچ وقت تو سیاست نبودم، من همش سرم تو همین این کار بود. هیچ وقت سیاسی نبود. خوشم هم نمیاد بگن سیاسی بود. کتابمون رو بخونید، چیز سیاسی نیست، تبلیغ برای خاندان پهلوی نیست. تنها چیزیش که یه ذره سیاسی میشد این شاید نزدیکی من بود به شهبانو، وگرنه هیچ چیز سیاسی هرگز تو کانون نبود و اینا سعی نمیکردن بیارن. خانم امیر ارجمند، ممنونم از جواب بسیار روشن و واضحی که در این زمینه دادید و امیدوارم دغدغه برخی از هواداران دلسوز، البته شاید میشه گفت، ولی اینکه متاسفانه با مجموعه اطلاعات کمی به قضاوت می نشینند سالها بعد، امیدوارم برطرف شه. شاید وظیفه ما رسانه هاست که بیشتر از انجام وظایفی که در این دوره برای مردم انجام شده با روشنفکران، دیگر علاقمندان صحبت کنیم تا این نقاط مبهم و تنگ برطرف شه. توجه و نگاه پادشاه فقید ایران به کانون پرورش فکری کودکان و جوانان خانم امیر ارجمند چگونه بود؟ آیا خود شخص پادشاه توجه داشتن یا نه فقط شهبانو بودند که رسیدگی میکردن به عنوان ریاست عالیه کانون به این مسائل؟ شهبانو خیلی از نزدیک رسیدگی میکردن، حتی بگم مثل گزارش روزانه از طرف من بهشون داده میشد، خیلی نزدیک بودن به کار کانون. ولی شاهنشاه هم همینطور، یعنی من هیچ وقت ندیدم ایشون پس بزنن یا بگن این که کار مهمی نیست. خیلی به ما توجه داشتن. اگه عکس‌های مختلف رو نگاه کنین، چندی بار کتابخونه‌های کانون رو بازدید کردن، البته اولیازاد شهبانو باهاشون بودن. حتی یه جا هم بود که اولیازاد مثل این که یه گرفتاری داشتن، یعنی یه برنامه‌ای داشتن که شاهنشاه در یکی از یادم نیست کجا بود، در یکی از بیرون تهران و اینا، میخواستن کتابخونه کانون رو جزو برنامهشون گذاشته بودن که افتتاح کنن و من اونجا تنها بودم که از ایشون پذیرایی کنم، چون شهبانو تشریف نیاورده بودن. بنابراین میخوام بگم که شاهنشاه خود هیچ نه نمیگفتن یا پس نمیدادن یا نمیگفتن این زیاد مهم نیست. هر جا که امکان داشت تشریف میوردن و باید بگم که یه روزی هم بازدید کردن از دفتر کانون که اون موقع ما 8 طبقه داشتیم تو خیابون جمع، الان نمیدونم اسمش چی شده، و 4 ساعت اونجا ایشون موندن که تمام این وزیر دربار رو اینا ناراحت شده بودن که چرا اینقدر وقت شاهنشاه گرفته شده، ولی ایشون با خیلی خوشرویی موندن با همه صحبت کردن. چیز دیگری که میخوام بگم بخوان از همون بازدید دفتر ما پیش اومد، این کتابخونه، این کامیونی که برای تئاتر ما نهایتاً درست شد. ما اینو یه کامیون معمولی نگرفتیم رنگش کنیم مثل اتوبوس‌های سیار، یک تئاتر روی چرخ بشه گفت در آلمان سفارش دادیم مخصوص ما درست کنم. فکر کنم اولین اولین تئاتر سیاری بود که اصلا درست کرده بوده. حتی اروپا و امریکا هم همچنین همون کامیون معروفی که در واقع اردوان مفید با اون کامیون به بسیاری از مناطق مختلف سر زد و به اجرای تئاتر پرداخت، درسته؟ بله همونه. و اون موقع دان لافون که امریکایی بود ولی با پیسکور کار میکرد، اینو من ازش خواهش کرده بودم که بیاد تو کانون تئاتر بچه ها رو راه بندازه، اصلا تمام این جزئیات مثل آرشیتکتور اون تئاتر سیار رو دان لافون با این آلمانا کار کرد که اون چیزی که ما میخوام که این کامیون واز بشه، یه صحنه بشه و اینا در تمام ایران و تمام دهات بتونن سفر کنن. اردوان
کسی بود که اون موقع با دان کار میکرد و این تئاتر رو به اصطلاح میبرد توی دهات و تو شهرستان ها. ولی پول این تئاتر سیار رو شخص علازت دادن به ما، یعنی علازت در بازدیدی که از دفتر مرکزی کانون در خیابان جمع منشبه از خیابان تخت طاووس تهران داشتن، هزینه خرید این کامیون و البته خرید که نه، ساختن این کامیون رو در حقیقت به کانون پرورش فکر کودکان و جوانان هدیه کرده. بله بله، ایشون خودشون شخصا به ما این که دیگه مسئله فقط پولش نبود، مسئله این بود که شاهنشاه به ما این هدیه دادن. پس در واقع میشه گفتش که خود شاهنشاه هم علاقمند بودن به مسائلی که مربوط به پرورش آینده این نسل‌های آینده بود و در این زمینه فعالیت میکردن. این همه ایشون کار میکردن برای چی بود؟ برای اینکه خب نسل آینده بتونه ما قرار بود به سرحد تمدن بزرگ برسیم و این حرفا، خب برای بچه‌ها بود بیشتر مسلمه. خانم امیر ارجمند، برخی معتقدند که نوعی رقابت ناخواسته بین سازمان مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و وزارت آموزش و پرورش و در حقیقت شکل میگیره در همون سالها، و برخی معتقدن که وزارت آموزش پرورش معتقد بوده که باید امکانات و بودجه های کانون با توجه به اینکه این سازمان در مورد کودک و نوجوان کار میکنه باید به وزارت آموزش پرورش منتقل بشه. آیا واقعا چنین چیزی صحت داره؟ هیچ استحقاقی بین شما و وزارت آموزش پرورش در دوران 13 ساله‌ای که کانون رو اداره کردید وجود داشت؟ نه اصلا ما مسئله نداشتیم. وزیر آموزش، هم وزیر آموزش و هم وزیر آموزش عالی جزو هیئت امنای کانون بودند و خیلی هم خوشحال بودند که ما داریم به اصطلاح موازی. واقعا کانون یه وزارت فرهنگ و هنری بود که برای بچه ها موازی وزارت آموزش پرورش. خیلی هم خوشحال بودند که ما حتی یادمه آخرین وزیر آموزش یک سری زیاد کتابای کانون سفارش داد که تو مدارس ببرن، مثلا تو کتابخونه های مدارسشون بذارن. نه هیچ وقت ما مسئله نداشتیم. خانم امیر ارجمند، آیا تعاملی بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چون من خاطرم هست در گفتگویی که با اولیا حضرت شهبانو فرای پهلوی هم داشتم، ایشون به این مسئله مستقیما اشاره کردن که خود این آمریکایی‌ها که میآمدن میدیدن در ایران ما یه همچین چیزی داریم میگفتن ما نداریم، یا برخی هم ممالک دیگه میآمدن میدیدن و میرفتن در کشورهاشون مشابهش رو اجرا میکردن. من از ایشون هم پرسیدم که آیا یک نظام ساختارمند برای صدور این ایده یا این تکنولوژی به دیگر کشورها وجود داشت؟ ایشون موکول کردن پاسخ این سوال رو به خود شما، گفتن که اگر هم بوده خانم امیر ارجمند در جریان هستن. آیا چنین نکته‌ای وجود داشت؟ آیا اساساً ما روندی برای صدور ایده کانون پرورش فکری کودکان و جوانان به دیگر کشورها رو داشتیم در ممالک دیگه دنیا؟ ما فقط یک جای دیگه کانون رو به اصطلاح بردیم و اون در اردن بود که یادم اولیا حضرت شهبانو برای تولد علازت ملک حسین خواستن که یه چیزی کادو بدن، گفتن یه کتابخونه کودکان بهشون کادو میدیم و ما این کتابخونه رو زمینش رو گرفتیم، کتابخونه رو ساختیم با تمعین کتابخونه که در ایران بود، با قسمت تئاتر، قسمت موسیقی. از ایران ما آدم ها رو فرستادیم که اونجا تربیت کنن کتابدارا رو یا کسایی که قرار بود هنر و موسیقی و اینا آموزش بدن. و بعدم ما رفتیم همه، ما در رکاب اولیا حضرت رفتیم به عمان و اونجا ایشون با اون موقع شادروان ملکه همسرشون اومدن برای افتتاح و اصلا اینقدر خوشحال بودن که همون موقع یادم اردوانم با گروهش اومده بود و تئاتر اجرا کردن، خیلی خیلی پسندیدن. نمیدونم راستش که بعدن در اردن کتابخونه‌های دیگه‌ای باز کردن برای بچه‌ها یا همون یه دونه که اولیا حضرت شهبانو کادو داده بودن همون اون فقط بود. ولی جای دیگه ما هیچ صادر نکردیم ایده کانونو. خود من در
سالهای آخر 1970-76 شاید بود رفتم امریکا و در چند تا دانشگاه های امریکا از کار کانون صحبت کرد. یه فیلمی هم ما داشتیم، نمیدونم دیدین یا نه، از کار کانون که اول فیلم رو نشون میدادن بعد سوالاشون رو جواب میدادن و اینها، که آشنا شدن همه با کاری که ما تو کانون میکنیم. خیلی به نظر من دانشگاه کلمبیا بود، نمیدونم در تکساس بود، شیکاگو بود و کالیفرنیا که من تمام اینجاها رفتم صحبت کردم. اینا همه ایده است دیگه، اگه یه سری کتابدار اونجا نشستن این فیلم ما رو میبینن با من حرف میزنن، خب میتونن برن همین کار رو شروع کنن. منتها من فهمم هنوز که هنوزه بعد از این همه سال این کار کانون رو هیچ جا نکردن، هیچ جا نکردن. خانم امیر ارجمند عزیز، در سالهای پایانی حضورتون در ایران، اگر که رویداد انقلاب 1357 خورشیدی متاسفانه که به وقوع پیوست به رخ نمیداد و نظام مملکت همون گونه که بود رو به رشد پیش میرفت و به قول پادشاه فقید کشورمون ما به سوی دروازه تمدن‌های بزرگ در حرکت میبودیم، چه افقی رو برای آینده کانون طراحی کرده بودید؟ چه آینده‌ای رو برای کانون میدیدید؟ واقعا آیا فکر میکردید کانون قرار هست به کجا برسه، تا چه اندازه رشد و توسعه داشته باشه؟ اون افق دیدتون نسبت به کانون چه بود و آیا امروز اون چنین چیزی در ایران وجود داره؟ اون روزی که من از کانون رفتم همون کارایی که میکردیم خیلی آوانگارد بود و خیلی پیشرفته. الان فهم میکنم که اگر ما مونده بودیم اونجا، کتاب خونه ما همشون شده بودن دیجیتال، مراکز دیجیتال و مراکز کامپیوتر رو نقاشی بکنن، روی کامپیوتر نقاشی بکنن، نمیدونم بنویسن، هر کاری، ساختن فیلم، همه این کارا میتونست دور این دنیایی که اینترنت که بعداً پس از خروج ما از ایران واقعا پیش آمد، البته قبلا بوده ولی در اختیار مردم در دنیا گذاشته شد و خیلی کارهای ما دیجیتال میشد و حتی کتاب هامون به صورت دیجیتال ممکن بود در بیاد. حالا نمیدونم، من خودم شخصا کتابو دوست دارم، چون شاید کتاب دارم دستم بگیرم کتابو، ولی الان خب میبینم خیلی ها روی این کامپیوترشون کتاب میخونن. من نقاشی ها رو اینا هرچی هست که دوره برای کامپیوتر و دیجیتال ورلد و اینا، مثل استیو جابز که اپل اونجوری گسترش داد، خب ما هم کانون اونجوری گسترش میدادیم، حتما هم موفق. یعنی من الان از این جملات شما باید اینطور برداشت کنم که خانم امیر ارجمند شما به طور غیر مستقیم دارید ایده تأسیس کانون فرهنگی کودکان و نوجوانان ایران در خارج از ایران رو به صورت دیجیتال به علاقه‌مندان ارائه میکنین؟ بله کاملا. این فکر، یعنی اگه ایران بودم که تو ایران پیش میومد، ولی حالا که تو ایران نیستیم، ماها که شما جوونا، ماها که هستیم، چرا یه همچین دنیای رو وجود نیاریم برای نسل‌های آینده‌مون؟ دقیقاً. و این میتونه برقرار کننده یه ارتباط فرهنگی و یه تعامل بهینه‌تر در عدم وجود یه حاکمیت مردمی و ایران دوست در ایران باشه بین نسل‌های آینده ایران و بسیاری از مفاخر فرهنگیشون که متأسفانه این روزها در خارج از ایرانن یا در داخل ایران حداقل سانسور میشن و در اختیار عموم قرار نمیگیرن. بسیار ایده خلاقانه ای. من واقعا در این دقایق پایانی این گفتگو واقعا هیجان زده شدم از اینکه حتی امروز هم شما همون مسیر رو دارید ادامه میدید و الان میفهمم که وقتی میگید که هیچ برنامه‌ای نبود بلکه نیازها و شرایط بود که چگونه پیش می آورد که ما بتونیم گام به جلو برداریم، الان حس میکنم که دقیقاً چگونه در لحظه این نیازهاست که مسیر آینده رو شکل میده. خانم امیر ارجمند، به پایان وقت گفتگومون رسیدیم. آیا قطعا نکات گسترده‌ای هست که باید مورد توجه قرار بگیره و من امیدوارم در آتیه نزدیک بازم این افتخار رو داشته باشیم که میزبان شما باشیم و به ما افتخار بدید و حضور داشته باشید در مجموعه رسانه افق ایران، رسانه شاهزاده رضا پهلوی؟ آیا از دوستان، عزیزان، همکارانی که
بخواید تشکری بکنید به پاس سالها همکاری و همدلی که با شما کردن، یا نکاتی باشه که فکر کنید در گفتگوی کوتاهمون از قلم افتاده ولی حائز اهمیت هست، نکاتی هست که بخواید عم بفرمایید؟ ولی من هنوز خیلی مغرورم از اینکه کسانی که تو کانون کار میکردن از ایران هنوز بعد از 37 سال با من در تماس هستن، به هم تلفن میکنن و میخوام از مجموع اینایی که در ایران هستن و هنوز منو به یادشون میاد تشکر کنم و به خدا بسپارمشون. انشالله یه روزی بشه بتونم بازدید کنم ببینمشون یا اونا بیان منو ببینن. مثلا پرویز کلانتری که الان خیلی شدید بیماره و در بیمارستانه و من خیلی دلم میخواست میدیدمش، احمد رضای احمدی هست که اون داستان موسیقی فوق‌العاده برای بچه ها که تمام موسیقی ایرانی رو ما به بچه ها از طریق این صفحه هامون و کاست هامون یاد دادیم و هنوز که هنوز عده‌ای به اونا گوش میکنن و شعر و موسیقی رو یادش رو میاد. احمد رضای احمدی که اونم خیلی حال نداره، ازش تشکر کنم. تمام اون کسایی که تو دفتر کانون کار میکردن، اون آقای محمدی که تمام آرشیو دستش بود و هنوز تمام عکسای ما دستش بود، مثل که هنوز یک کلکسیونی داره، به من تلفن میکنه میگه خانم یه دفعه دیگه ببینیمتون. این همه آدمایی هستن که من همیشه تو فکرشون هستم و همیشه براشون دعا میخونم و بعد امیدم این هستش که کسایی که از کانون بودن اومدن اینجا در امریکا، اینها هنوز به فکر یعنی ادامه بدن، سعی کنن یک کاری بکنن که کمک به بچه های ایران باشه، همون که گفتیم مثلا کتاب های دیجیتال درست کنیم و خود شماها که به اصطلاح از کانون در اومدین، خب بهترین آدم ها هستین که کار ما رو ادامه بدین. خیلی امید من الان اینه. ممنونم سکا. ممنونم سکا خانم امیر ارجمند. بی هیچ تردیدی بذری که شما و شهبانو فرای پهلوی با عشق کاشتید قطعا ثمر داده و بعد از این هم همچنان به آبیاری و در واقع پاسبانی خود شما عزیزان ثمرهای بیشتر و بهتر هم خواهد داد. از اینکه وقتتون رو در اختیار رسانه افق ایران دادید صمیمانه سپاسگزارم. خیلی ممنون.